سیاستمداران و کارشناسان از کشورهای مختلف جهان در پاریس گرد هم آمدند تا در کنفرانس تغییرات آب و هوایی شرکت کنند. در این کنفرانس که نشست وجدان‌ها نامیده شده، شخصیت‌هایی همچون کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، رئیس جمهوری فرانسه و شاهزاده موناکو شرکت دارند. روز سه‌شنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت مفهوم این نشست گرد هم آوردن همه وجدان هاست. تک تک ما مصداق این وجدان هستیم. هر فردی خودش می‌داند که برای نجات سیاره زمین چه کاری باید بکند. در دنیا فلسفه ها و اعتقادات مختلفی وجود دارد، تنوع وجود دارد، اما زمانی هست که همه اینها باید متحد شوند تا تصمیماتی بگیرند. قرار است در پایان ماه نوامبر نشست سران ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوایی در پاریس برگزار شود. 65 شهردار از کشورهای مختلف جهان نیز به دعوت پاپ فرانچسکو در واتیکان گرد هم آمدند تا در مورد تغییرات جوی زمین گفتگو کنند. آن ایدالگو شهردار پاریس گفت پیش از هر چیز باید گفت که احترام به سیاره زمین احترام به نوع بشر است. این مسئله است که ما باید آن را حل کنیم و شهرداران در آن نقش بسیار مهمی دارند. سازمان ملل متحد تلاش کشورهای جهان در زمینه کاهش آلودگی‌های زیست محیطی را ناکافی ارزیابی کرده و تغییرات اقلیمی را یکی از عوامل مهم افزایش شمار مهاجران در جهان دانسته است.